گرگ ها گفتند در این سرما گرسنه ز خورده دویم آسیم سر بر برف چون باز، ولیکن عزت آزادگی را نگهبانیم، آزادیم آزاد. مرتضی پروین هستم، زاده آذربایجان اشغالی. بهمن ماه 1401 توسط پلیس سیاسی دولت ایران به جرم شرکت در یک جنبش ضد جنگ دستگیر و به 209 بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدم. مدت 2 ماه در انفرادی و زیر شکنجه سفید بودم و سپس به بند 4 زندان اوین تحویل داده شدم. من در یک پرونده گروهی محاکمه شدم، پرونده‌ای که برای 29 نفر از فرزندان آذربایجان ساخته و پاخته شد. جرم این 29 نفر این است که در یک اعتراض مسالمت‌آمیز و خشونت فریز علیه جنگ افروزی های دولت ایران حضور یافتند. قرار بود که دولت ایران برای دخالت در جنگ دو کشور آذربایجان و ارمنستان ارتش و ادوات نظامی بفرستد و جبهه خانمانسوز در مرزهای ما را ایجاد کند، که هوشیاری نخبگان سیاسی حرکت ملی ما و همراهی چند هزار نفری ملت ترک از باز شدن این جبهه مورد مطلوب دولت ایران و ادامه سیاست های جنگ افروزانش جلوگیری کرد. اما این جنبش ضد جنگ به قیمت یک قرن تاوان برای ما 29 نفر هزینه برداشت، بدین صورت که قریب به 100 سال حبس برای ما حکم صادر گردیده است. سهم این جانب این یک قرن تاوان 6 سال است. این خطابی است به ملت آذربایجان و دیگر ملل تحت ستم ایران، یعنی عربها، لورها، بلوچها و کاسبیها. اکنون که در جهان فساطبقه و فسانجات به سر میبریم، هویت تنها محوری است که میتواند رانه اجتماعی ایجاد کند. بنابراین ارتباط و رسیدن به یک فهم مشترک میان ما ملل تحت ستم رهایی بخش و استراتژیک خواهد بود. ما شما را دریافتیم، شما نیز ما را دریابید. بعد از یک جریان شناسی مفصل به این پی خواهیم برد که در این کشور این تنها حرکت های ملی مترقی هستند که بستری دموکراتیک و متکثر دارند و در این بین پوزیسیون و اپوزیسیون مرکزگرا تمامی امکانات خود را برای این کار ما به صف کردند. اما ما مرعوب این سفارهای خطرناک نخواهیم شد، چه اینکه دستاوردهای ما از جمله جلوگیری از همین جنگ خانمان. این تماس از زندان اوین می باشد. چه اینکه دستاوردهای ما از جمله جلوگیری از همین جنگ خانمانسوز را سانسور و یا بدتر از آن منکوب می کنند. تاریخ به این یاد مبتلا خواهد شد که این ما بودیم که از یک جنگ خانمانسوز جلوگیری کردیم. امروزه بر همگان اثبات و آشکار گردیده است که مفاهیمی همچون حقوق بشر، آزادی زنان، مطالبات محیط زیستی، دموکراسی، دفاع از حقوق صنفی کارگران و هران چه که جهان آزاد تحت عنوان حقوق دموکراتیک به رسمیت شناخته تنها در ذیل حرکت‌های ملی تعریف می‌شوند و این نخبگان سیاسی ملل تحت ستم هستند که در یک ارتباط ارگانیک فرهنگ سیاسی خاکشان را اعتلاء می‌بخشند. گواه این امر را در تکید شدن جریانات مرکزگرا و تنومند شدن روزافزون حرکت‌های ملی بیابید. یاران، ظفرمندی ما در گروه دو فضیلت شجاعت و آگاهی است و بدانید تا مادامی که یک انسان از ملتی آزاد نباشد تمام آن ملت در بند است. امید رهایی و تپیدن مداوم نبض حرکت‌های ملی. پاییز 1403، زندان اوین، بند 4.